دارن یا نه. لفظ پادگانو که همه جا دیگه دارن استفاده میکنن، یارو 27 و نصفی شاگرد داره، پادگان فلان چیزو واسه خودش انداخته. و از این به بعد جواب بسیار سختی خواهم داد به این دوستانی که بسیار مقتدرانه بی شرف دارن زندگی میکنن. مدل خودم، یعنی با روند خودم پوست از سر اینا میکنم. هر سال ما تو حبس آموزشی هر چیزیو که رو میکنیم به فاصله 48 ساعت دوستان نشستن همون فرایند رو سعی میکنن کپی کنن، غالبا هم نمیشه، همه چی در و داغون میشه، له و لورده میشه، اوضاع افتضاح میشه، دودش هم میره تو چش خودشون، بچه‌ها ناراضی میشن، باباشون رو در میارن، ولی باز این کارو میکنن چون نه ایده ای دارن، نه فکری دارن، نه علم این کارو دارن. و شکر خدا هم که الان دقیقاً تو فضایی داریم زندگی میکنیم که هیچ چیزی به لحاظ فرایند درستش در آموزش صاحب نداره. یعنی هر کی هر جا یه چی داره برای خودش میگه و مخاطبم دارن دیگه. به هر حال آدمها بر اساس ذریب هوشیشون، فهمشون و جایگاهشون به هر حال مخاطب یه دسته خاص هستن. اینو دارم میگم، ببخشیدم اینجوری دارم صحبت میکنم چون تو این تایم خیلی فشار آوردید. حبسو بگو. من همیشه وای میسم یه عده شروع بکنم، بعد شروع میکنم میگم آقا میخوایم این کارا رو کنیم، 100% هم نمیگم تا لحظه آخر که ببینم اون دوستامون چیکار میکنن. پارسال یادتونه چیکار کردن؟ چه بلایی سر برنامه ها آوردن؟ پارسال یادتونه سر نوستراداموس چیکار کردن؟ من که تا تهش با بعضیاشون رفتم، پوست از سرشون هم کندن. امسال هم وجود خارجی ندارن دوستان عزیز، یعنی باباشون رو قانونی درآوردم. امسال مدل و فرایندی که داره اجرا میشه یه جوریه که حالا بیا ببینم میتونی یا نه، حالا بیا ببینم میتونی یا نه، ببینم چه ایده ای داری. الان میخوام عیار کار بیاد دستم، ببینم رقیبم کیان، کجای داستان وایسادن. این خیلی مهمه. ما همه چیزو دقیق و اصولی و به موقع میایم جلو و کارمونو کامل میبندیم چون تعریف داریم و همه چیز سر جای خودش مشخصه. اولین داستان این که ما امسال تو فرایند حبس آموزشی توی پادگان ذوالفقاریه با یک میهمان جدید قرار آشنا بشیم. فرایند PCM که در همین حد به دنیا اپلیکیشن فوق‌العاده است و قراره ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه به من بگه شما کجای داستان وایسادی. یعنی قشنگ انگار رادار بهت وصل شده و قشنگ من دارم توی این فرایند کلی تو رو رصد میکنم، تو هم اینور وایسادی منو داری رصد میکنی. یعنی عملا چیزی تحت عنوان مشاوره مجازی دیگه مطرح نیست، این دیگه خیلی حقیقیه، این دیگه زیادی حضوریه که حالا وقتی شروع کنیم در مورد صحبت میکنم. این زیادی حضور بودنش هم یه جای خطرناکه که ما یه سری دسترسی‌ها رو بستیم که حالا در موردش صحبت میکنم، قشنگ میفهمی داستان چیه. اما قراره توی این فرایند من ریز ریز از اول صبح تو رو ببینم تا آخر شب. یعنی قشنگ تکلیفم معلوم باشه آقا من فلان چیزو خوندم. دروغ میگی؟ نخوندی. اگه خوندی فلان کردی، اگه نخوندی به دلیل فلان بوده نه بیسان. موچتو میگیرم بذار راحتت بکنم. یعنی عملا مثل این زندانیایی که بهشون مرخصی میده، ارسطو بود یه چیزی بسته بودن به موچه پاش، این همون کارو میخواد بکنه. یعنی تو یه زندانی هستی، من یه حوزه استفاضی مشخص کردم، میخوام ببینم چه اتفاقی داره میفته. البته فقط من نه، یه تیمی هم هستن که حالا با اونا هم آشنا میشی و این خیلی جذابه. PCM به خاطر اینکه این خیلی هم به من کمک میکنه، خیلی از اساتید کمک میکنه، قشنگ مو رو از ماس میکشیم بیرون و این یه خوبی داره، این خیلی جذابه. همه چی واقعی و مستنده. یعنی دانش آموز روز اول گوش بده برف من، اگه میخوای بیای تو حبس آموزشی باید بیای که پوست از سرت بکنم که این یه ماه اندازه 3 ماه درس بخونی. الان نشستی تو خونه اینجوری میکنی، یه چیزی برای خودش میگه میرم اونجا هم درس نمیخونم. ببین میتونی درس نخونی، پاشو بیا ببینم. بیا دیگه، بیا جیگرشو داری، پاشو بیا اینجا ببینم میتونی درس نخونی. بیا نخون ببینم میتونی درس نخونی. PCM دقیقاً وظیفش اینه، یه چوب بالا سر. حالا معادل فارسی هنوز براش پیدا نکردیم چی باید بده، یه سری معادل بیادبیه نمیشه گفته، ولی دقیقا فرایندش اینه. وقتی شروع بشه متوجه داستان خواهی شد. دقیقا با این اپلیکیشن خیلی از فرایندهای کلیمون کنترل میشه، میفهمیم داریم چی کار میکنیم، چه اتفاقی میفته. توضیح میدم الان نمیگم بنابرای دلایلی. دومین داستان، اولین
اولین ایبوک کنکوری کشوره که مثل همیشه مال منه. چند سال